استفاده میکن و کارهایی را که میگفتن انجام میدن. در این شکی نیست که با آقای خلیلزاد یک برداشت های قومی قبیله ای که داشت. آقای روستا همی تصویرتون نمیفهم، ممدن همی ره شکل موندین یا مشکل دارد؟ تصویرتون درست بگذارین و وقتی یک بحث هم میگیریم یک ساعت بعد روی کانال یوتیوب فیسبوک همه جا نشر میشه. هدفمون بیدارگری است، نه که خدای نخواسته بیاییم برای فحاشی. جامعه ما بیدار شود، مردم ما بفهمه که کیها و سرنوشتشان کار انجام دادن. دلیلش چی بود؟ آقای زلمه خلیلزاد وقتی در این مقطع بعد از 4 سال صدایش مبرایه که گویا تفاهمنامه دوحه چند بندی که تطبیق نشده حال وقتش رسیده که تطبیق شوه، این واقعا آدم را به تشویش می سازه. یا خود آقای خلیلزاد دست و پاچه شده تا ای که زیر سوال نره حکومت تازهی که در امریکا شکل می گیره پرونده دوحه را بازبینی نکنه، ای آدم می حرفا را می زنه. هدف از امی چی است وطن داری عزیز؟ اینمی مردمی که در 20 سال تو هم می فهمی ما هم می فهمم در لباس خانم های اون سرزمین از یک شهر به شهر دیگه می رفتن، امروز در داخل افغانستان شعار می تن که ناتو را شکست دادن، چقدر حقیقت داره؟ در امی ارتباط حرف شما را می خواهیم داشته باشه. اجازه بدین که من حرف بزنم بدون از اینکه ببانه شما حرف از میگرم دیگه نمیشه. تصویرتون مشکل داشت وطن دار، یعنی قچیریتون نبود. ببخشید. ببینین من گفتم شخصی خلیلزاد یک آدم است که کلی میشناسه و جهانم میشناسه، ازش امریکا استفاده برده در دوره های مختلف به انواع مختلف. تاریخچه از او را ببینین، در یک زمانی به چین استفاده برده پسان بینه و در این درست تاست که در توانامه دوحه ای از این استفاده برده و ای هم امو غریزه های قومی که داشت به یک نوعی کوشش کرد که به می شکل که امروز از تفاهمنامه انجام بیابه. اما بیاین کمی دیگه فکر کنیم، ما اگر ساده باور نباشیم امریکا اصلا برای افغانستان کدام ارزشی نمیده. فقط نموز یک زمانش بود به خصوص آقای ترامپ که آمده، اصلا برای از این جالبی نیست چون افغانستان که برآمد هم موضوع اقتصادیش بود. بیاین ما ببینیم مثلا برای از او چی فرق میکنه که در افغانستان یک دختر مکتب مدرسه میره یا نمیره، یا که یک نفر به یک نوی درد میشه. ما ها هستیم که خیلی خوش باور هستیم که آقای ترامپ آمد و یک این رژیم امروز طالب هم میره به یک نوی تحت فشار میآید، نامه دوار به یک نوی دوباره زنده میکنه. یا آقا این چیزا اصلا یک چیزی، یک خیال بیش نیست، یک خوش باوری بیش نیست. و خلیلزاد هم در این جا میخواد که یک نوی دوباره امو حالت خود بیاره، یک ماموریت بگیره که چند سبایی نامش در عرصه رسانه ها شوه و شخصی مطرح شوه. چیزی بیشتر از این نیست. ما زیاد در این موضوع بحث میکنیم، خوش باور از این فکر میکنیم که شاید یک چیزی برای از این، اما در حقیقت نظر ما ایست که هیچی نیست. یعنی آقای خلیلزاد وقتی با ملا برادر سخن میگفتن تحت تاثیر هویت قبیلویش نرفت از نظر شما؟ منافع امریکا را در افغانستان آنچه که سیاست امریکا ایجاب میکرد ایشان تطبیق کرده، یا این که تحت تاثیر هویت قبیلویش رفت و تمام قدرت را در سرزمین افغانستان تحویل طالب داد؟ شما در یکی از مصاحبه شنیده باشین میگه مارشال دوستم وقتی این حرف می زد ما یک تری را ریختم که بم صوتی را بالای خانه مارشال دوستم در فضا انفجار دادیم. هدف از همین کارایش به خاطر منافع قومیش نبوده؟ در این شکی نیست، منافع قومی هم در اون جای داشت، اما در اصل منافع امریکا را پیش برد بود، چیزی بیشتر از وقتی تحت تاثیر منافع قومیش رفته سیاست و پالیسی امریکا را به معنای واقعیش نتانسته در افغانستان تطبیق بکنه. بنان از این که جایگاه و اتوریتی امریکا صدمه دیده ایشان خائن است. قانون در امریکا باید این را مجازات بکنه و نیاتهای تطبیق کننده قانون در امریکا وقتی یه آدم تحت تاثیر هویت قبیلویش رفته کار را انجام داده که منفعت امریکا را صدمه زده، باید این آدم را مورد بازپرس قرار بتن وطن دار. ما شما میگم باید بگیره، کاش که چنین شوه، اما چنین نیست. اونا میفهمیدن که پشت پرده چی را آن داره. از سپاس به شما برمیگردیم. از آقای جمال الدین چیزایی که پرسیدیم از شما ایشان را دیدگاهش هم میخواییم در ارتباط داشته باشیم. بفرماییم برادر، مایکتون را باز کنین. مایکتون بسته است. آقای جمال الدین مایکتون بسته است، پایان رفتین. سید عباس از شما مشنمیم.
آقای جمال الدین مایتون باز کردین، بفرمایید. اول تر سلام با شما و نگاه شما و علیکم شما احترام ادا می‌دارم. بعد از سلام به خدمت شما بگید. این موضوع خلیلزاد من کم امیدوارم می‌دارم یا یادداشت داشته باشین. امیر ترامپ امیر دعوت امارات داشت رفتن بشه. چون خاطر ازی کتا میگم. امیر طالبان در میان در رسمی سار در میان آورد امیر ترامپ ما بود. دفتر قطر که ایلا کرد؟ امیر ایلا کردی؟ امیر صاف، امیر جوش کرد. یه باید داشته باشه. دیگه رئیس جمهوری جدید نو انتخاب شد. و از علمه خلیلزاد میگه که باز شرط هایی که ماندن او عملی شد. مانادار از خودش. مجبور است که برستن بشه طالبان. اگر نشست هستن و ناکامی خودش هست. یعنی آقای جمالدین وفا شما از این که خلیلزاد یک اوغان است، هویت اصلیش از افغانستان است و ملا برادر هم از زندان طالب وقتی بیرون کشید آقای خلیلزاد بوده، شما احساس میکنین که گویا امریکایی ها خودشان عمدن طالب را در حرکه قدرت قرار دادن، گویا منفعت امریکا در این بود که طالب در افغانستان روی کار شوه، 50% قشت اوناسی و سرزمین از حق انسانیشان محروم بسازه. هدف تمی است؟ بله بله دقیق. من سگه من موضوع اشاره کنم داخل ما که من جبه خدا خلاص کنم مذارت می خواهد کشتن. امریکا بر آمد سر امریکا فشار بود، نمی بر آمد مثل روس و اتکه پاچه می شود. امریکا فشار بود، خدا به جمع کرد کشید تو به ناکامی نکشید اینا مفاهمت امریکا شکست خورده و اصلا ببوره در شد در چی در یک سالی که ترامپ اختار میته و نیروهای امریکایی حداقل یک سرباز زخمی نمیشه بجز از یکی سربازای نظام جمهوریت توسط اینمی چند تا آدمایی را که در تصویر میبینی با لباس زن در او سرزمین و شهادت میرسن. وطن داره عزیز، همین خود دقیقی را برام بگو که طالب به نظر تو قهرمان است یا طالب اینمی کتلی که اوصافشان اینمی گونه در اون سرزمین بود؟ من کتاب طالب قهرمان شد فیلم. طالب میدان رو بود، طالب بود نمی بود امریکا نمی برا بود و شکست مواجه شد و شکست می شد. من گپ نمی زنم، گپ خود ظلمه خلیداد می زنم. شما یک مصاحبه شاد میده باشین در یوتیوب هستم برن سر کنید نتا پرسان میکنه شما چرا از افغانستان بر آمدید؟ نگه اگه ما نمی بر آمدیم وروس نگه خیلی سلاح پیشرفته را در دست طالبا میداد، ممکن بود که امریکا سربازان در مشکل دچار شود. این شما بیاد دارید، من نمیگم، من مدل خود گم نمیدونم، من گم نمیدونم به سند و ثبوت. این خود امیر ظلمه خلیلزاد میگه و دام خود اقرار میکنه که امریکا نمی بر آمد. امکان از این بود که وروس و طالب ها خیلی سلاح پیشرفته میداد که امریکا هایی جم و مشکل دوچار میشد مثل روسا کشده بودن و اون سر ناکامی امریکا بود. آیا ناکامی امریکا بود برام خوشی یک گشاری کرد بعد یک چیز ایلا کرد در قطر که یک دفتر ایلا کرد که برام طالب ها و یک دارا جور کرد در دیران شهر که من برام بدم بدل خود برام بدم. اصلا اگه ما شما نگاه کنیم یه به فشار بود برام بزرگ برام دیگه فعلا طالب ها قرمان است. تو باس وطن دار آقای جمالدین مایتون رو ببندین به شما برمیگردیم. آقای سید عباس پرسش هایی که از آقای سید جمالدین وفا داشتیم از شما میخواییم داشته باشیم. اف جی اگر کمره نزدی پایانت مندازم. برادر عزیزم اگه این قسم مشکل نیست خیر، اما توهین نمی کنم همین قسم گپ میزنم. در پروفایلت میشه یک تصویری بگذار حداقل اما آدرس که ویدیوش بدتر دانلود میشه یا نبیه در دیوارش. آقای سید عباس از شما میشنویم. درود و عرض حرمت و احترام فروتن عزیز و دوستای دیگه که بالا هستین و بیننده هایی که 160 نفری که ما رو میبینین، خدمت تکتر شما درود و عرض و احترام میکنم. واقعتش فروتن عزیز از اینکه آمریکا چقدر نقش داشت در تحویل دادن دولت افغانستان در طالبا من نظر خاصی ندارم، ولی یک چیز واضح بود با دسیسه خلیلزاد و کرزای و غنی و دیگه سردمداران قبایل پشتون یا قبایل افغان که در رأس حکومت بودن، اینا نتونستن تحمل کنن رشد فکری دیگه اقوام
یا اینا یک جوری دسیسه کردن که افغانستان دوباره تحویل طالبا بدین که یک نظام قومی و یک نظام حاکم شود که در سر مردم دیگر در سر اقوام دیگر زور بگیره. ببخشید فکر کنم تصویر قطع شد. صدایم داری؟ صدایتونم از تصویرتونم از بزرگوار. و فعلا خلیلزاد که نقش اساسی رو داشت، این خلیلزاد یک لاویگری بسیار مهم رو کرد در بین طالبا و بین آمریکا و یک خیانت تاریخی و ملی رو در افغانستان انجام داد. و واقعتش من نمیدانم چیزی رو که میگم درست باشه یا نباشه یا چقدر کاربرد داشته باشه. به نظر از من بهتر این مردم افغانستان کسای روشنفکر، افراد روشنفکری که در رأس هستن جمع شود، یک توسط یک وکیل بین المللی باید در سر خلیلزاد باید یک عریضه شود و ایر باید در دادگاه کشنده شود، چون این شخصا آمد در رایگیری دوره دوم غنی دخالت کرد و تمام سران اقوام دیگر تهدید کرد، حتی دکتر عبدالله را حتی محقق تهدید کرد با زور ناتو نشان داد و اینا از قوانین بین المللی به نظر از من جرم هستند و اینا توسط یک وکیل اگر بتونه پیگیری شود و شکایت شود و در دادگاه بین المللی کشیده شود بد نیست. و اما این که مثلا چطوری شد وقتش برای شخص خود من سخت است که بگم طالبان مثلا آمریکا چرا این را چی هدفی داشت، چی نقشه‌ای داشت یا چی منافع شخصی خودش در تحویل دادن دوباره کشور افغانستان در طالبان میدید، من نظر خاصی ندارم. اما یک جنایت تاریخی رو در افغانستان کرد، شاید در طول تاریخ افغانستان جنایت رو خیلی یعنی آقای سید عباس بزرگوار شما با این باور هستین که آقای خلیلزاد تحت تاثیر هویت تباریش قرار گرفت؟ 100% و ایشان مثل که سایر اراکین افغانیزم در داخل وطن همیشه اقتدار را برای تبار خودشان خواستن، اقوام چپ از افغان را کوشش کردن که باشی برانن، آقای زلمه خلیلزاد به خاطری که تان سباشه مخالفین و اویده کسایی که از آدرس ازبک، تاجیک، هزاره در افغانستان در قدرت بودن خلق قدرت بکنه و اقتدار را تحویل طالب همتبارش داده باشه، اینمی کسایی که 20 سال در لباس خانمها پرده خود را کرده بودن اینا را روی صحنه آورد و بقیه کسایی که تعلق به دیگه اقوام داشت مجبور ساخت که از افغانستان فرار کنن. منظور تمی است؟ دقیقاً 100%. منظور همینه که خب طالب یک جنایت واقعا جنایت تاریخی رو یادم انجام داد، البته با کمک و همکاری کرزای و غنی و امثال اینا. پس آقای سید عباس بزرگوار اگر این واقعیت داره آقای خلیلزاد منافع امریکا را به خطر مواجه ساخته، ویتریته و قار کشور امریکا را در سطح دنیا به چالش کشیده و این به صفت خائن میشه در امریکا مورد پیگرد قرار بگیره. اقلا پرونده دو هر یک بار بازبینی بکنن. چی چیز باعث میشه که یک آدرسی که این گونه فرهنگ کلتور داره و رهبرش هم داخل زندان است، از زندان بیرون میکشه، میاره روی صحنه و مردم افغانستان در بدر بیچاره و هزاران انسان بیگونه خونش ریزانده میشه؟ جدا از تو ببینید فروتن عزیز، مثلا جدا از اینکه این رهبر طالبان از زندان پاکستان آزاد کرد و او در اقتدار داد و او را برد در رأس قرار داد و او را سعی کرد که یک اعتبار بین المللی در زو بده، جدا از مثلا شما حساب بکن در زمان غنی هزاران طالبی را که سربازای وطن با هزاران زحمت با ریختاندن خونشان اینا را اسیر کردن در زندان ها بودن، آمد این را آزاد کرد و در جمله چقدر پیسه و اینا دادن در جیب از اونا، اونا را پس آزاد کرد فرستادن در صف طالبان توسط دسته های همزی خلیلزاد و کرزی و غنی بود. سپاس آقای سید عباس، به شما برمیگردیم. آقای وحیدی و آقای جسور خوش آمدید میگم در برنامه. آقای جسور هم امید که کمره شان باز بکنن. وحیدی سید بزرگوار کمره باز میکنم فروتن سید سلام در رابطه با تیتری که آقای زلمه خلیلزاد در صفحه اکس خود گذاشته که گویا تفاهم‌نامه‌ای که در دوحه شده به یک نوی او را درست ارزیابی کرده و چند بندی از او که گویا تکمیل نشده آل وقتش گویا رسیده در نظام که قرار است در امریکا تازه شکل بگیره، میگه اونهایش هم تطبیق شوه، شما در همین ارتباط نظرتان چی است؟ زلمه خلیلزاد دنبال چی هستن بزرگوار؟
درود و سلام فروتن گرامی، خدا کنه که جور باشین. دوستانی که در برنامه تان است، آقای جسور هم خوش آمدید میگیم. دقیقا که در رابطه با آقای خلیزاد، توجه کنین فروتن گرامی، اصلا معایده دوحه که انجام شد در زمان ترامپ، معایده دوحه امضا شد در زمان آقای ترامپ که میزبان و تمامنده برنامه و طرحش مربوط آقای خلیزاد بود و پلان همی بود، برنامه این بود که طالبا حیوز به اصطلاح نظام جمهوریت یا نظامی که در افغانستان به اصطلاح حاکم بود، جابجایی نظام جمهوریت شوه و با مو اسرار و به اصطلاح جنجالایی را که به اصطلاح اشرف غنی برای انداخته بود در رابطه با دو انتخابات و اونجا هم نگرانی ایجاد شده بود برای موجودیت قوای امریکایی در افغانستان و بخصوص به بودن امریکایی ها به مصارف گزافه که اینا در رو جغرافیا داشتن. این مسائل سبب شده بود که آمریکا باید از اون جغرافیا عقب نشینی کنه برایه و اونجا ایالات متحده فقط نظام بدیل یا گروه بدیل به اصطلاح تجسس داشت سرش کار میکرد که برش طالب یک گروه بدیل و یک گروه به اصطلاح واگنر خوب برشان بود که او را انتخاب کردن به جای نظام جمهوریت غنی و کرزی. آمدیم سر از این که فعالیت های آقای خلیزاد، آقای خلیزاد هدفش همی بود چی؟ نظام جمهوریت آقای غنی و کرزی در کابل و چی نظام پوشالی گروه جل که امروز حاکم است برای خلیزاد مهم نبود، فقط دوام نظام حکومت های قومی در افغانستان برای آقای خلیزاد بسیار مهم بود که این آدم آمد یک بار دیگر به اصطلاح امو برنامه ها و پروگرام هایی که ایالات متحده در کشور ما داشت، در افغانستان داشت، این آدم آمد برهم زد و او مایده هایی که به اصطلاح امضا شده بود، او مایده هایی که سرش بحث صورت گرفته بود که انتقال قدرت بود به یک میکانیزم به اصطلاح مسالمت آمیز موقت که او کار صورت نگرفت، اونجا مسئله شکل شد که طالبا هم آمدن جغرافیا را گرفتن و آقای غنی هم پا به فرار گذاشت و مسئله مان فقط موجودیت طالبا و موجودیت اینمی گروه واگنر که امروز در منطقه در مقابل دولت هایی که مخالف ایالات متحده در منطقه هستند که روسیه است، چین است و ایران است، فقط موجودیت گروه واگنر در جغرافیای ما به نفع آمریکا بوده و است و این که به سپاس آقای ویدی، به شما برمیگردیم. لطفا دوستا، برنامه ما زیر رپورت قرار داره، حداقل با لایکتان، کامنت قلبک و گلکتان اجازه از این ما پیدا بکنیم که بس ما را داشته باشیم. قبل از اینکه پرسش ما را از آقای جسور داشته باشیم، دوستای عزیز یک چیز را متوجه باشین. آقای خلیلزاد به جای از اینکه منافع آمریکا را در افغانستان رویش کار میکرد یا گزارش را به نوعی به حکومت امریکا میداد که واقعا وقار و عزت و جایگاهی کشور صدمه نمیدید، متاسفانه ایشان دنبال از این بود که چگونه میتانه قدرت را 100% تحویل هم تبارایش بده. ترجیح داد که اینمی یا کسایی که از ناموسشان سیمکارت دانی درست کرده بود و از خودشان در لباس زن از یک شهر به شهر دیگه فرار میکردن، در فرار بودن، اینمی مردم آورد، رهبر اینمی مردم از زندان کشید، در خطر برش دفتر داد به نام ملا برادر، بالاخره با او تفاهم نامه امضا کرد. نظامی که تا 20 سال با خون هزاران جوان او سرزمین که در دفاع از وطن سینه سپر کرده بودن با یک بارگی او را از بین برد، تمام منافع مردم ما را صدمه زد، نیمی از پیکر جامعه افغانستان تایبش تقریبا 4 سال میشه از رفتن به مکتب و مدارس محروم ساخته شده و هزاران زن دختر او سرزمین
خودکشی و با تحت عناوین مختلف شکنجه و تجاوز در زندانها عملا بالایشان صورت میگیره، بنان حال آمده که گویا به یک نحوی در صفحه اکس خود نوشته که ماده هایی که در تفاهم نامه دوحه مطرح بود که تا به هنوز او از چشم مردم افغانستان پنهان است، کس چیز نمیفهمه، میگه بعضی از ماده هایش تطبیق نشده، حالا وقتش میرسه که در حکومت تازه امریکا تطبیق شوه. برنامه امشب ما در این مورد است. هدفمون خدای نخواسته تأخیر کردن نیست، ولی ما در شعارمون بدون سانسور حرف زدن است. ما وقتی میگم که اینمی مردم اینمی شکل پوشش داشت دروغ نیست، امی مردم اینمی گونه بود. آقای جسور بزرگوار، زلمه خلیلزاد با پیام تازهش واقعا دست و پاچه شده، میترسه که مورد پیگرد قانون در امریکا قرار نگیره، یا هدفش یک بار دیگه اغوا کردن حکومت تازه امریکا است تا طالب را به رسمیت بشناسه؟ هدفش چی است؟ سلام و درود خدمت شما جناب فروتن صاحب. من دست ما به خاطر میگیرم که می دندانای ما چیز کردیم ولی تصویر گرفته. سلام و درود خدمت شما، خدمت وفای عزیز و ایدی صاحب بزرگوار و دوستایی که شنونده لایف شما هستن. جناب فروتن صاحب، شما بهتر میفهمین که خیلی بازی ها را اینا در صورت انجام دادن که دیگرها را غافلگیر کردن و آنچه که دولت ها یا کشورها سری از این دیپلمات هایش یا کسایی که پیش از یا بودن اعتماد کردن، این اعتماد ها امروز بیرون میبره که اشتباه بوده. آقای زلمه خلیلزاد، اینجا مسئله جعل لغو شهروندی حوالش است که توسط حامد کرزی در دوران حامد کرزی اونجا حکم است که من امروز خوشبختانه دوستان هم گفتم حکم گفتن رای میکنیم، اما گفتن که در اونجا نوشته شده که اقدام شود، گردد نیست، شود و گردد اینا با در حکم رئیس جمهور جایگاه خود داره و هم از لحاظ قانونی بین دو کشور که چی گپی وجود دارد. در این صورت اگر این جعل ثابت شود به اساس گفته های عزیزی بارز و در اینجا مسئولیت بزرگ شورای عالی مقاومت نجات افغانستان، جبهه آزادی، مقاومت ملی افغانستان دارد، خیلی عملا بر علیه رژیم موجوده ای که آمده اینا ادعای قانونی میتونن وکیل بگیرن، ادعای قانونی بکنن. در صورتی که ثابت شود حامد کرزی، با حفظ احترامی که ما براش داریم که رئیس جمهوری ما بوده، حامد کرزی خائن ملی و عامل کشتار هزاران شهروند افغانستان توسط طالبان و امریکا و متحدانش به شمار میره. مسئله دوم، دکتر زلمه خلیلزاد توسط خود دولت امریکا به دادگاه کشانیده میشه و به جزای حمایت و صحنه سازی برای تسلیم نظام جمهوریت به طالبان محاکمه میشه، همونطوری که ترامپ اعلان کرد که توافقنامه دوحه لغو قرار داد، ملغا اعلان کرد. مسئله سوم، توافقنامه‌ای که بین امریکا و طالبا با امضای دکتر خلیلزاد نامشروع و فاقد اعتبار قانونی محسوب شده. مسئله چهارم، چیزی که به وجود میاد، سرنگونی رژیم طالبا هست. و مسئله پنجم، بعد از تای مراحل ازی دوباره احیای نظام جمهوریت میشه که احیای نظام جمهوریت در اینجا به نفع امرالله خان سلاخ هست که ما اون سبب اسبق سلاخ میگم، یک فلسفه هم دارم در سلاخ گفتنم. او مطرح بس است که در قانونی اساسی افغانستان دیگه کس جایگاه نداره، او میتونه که پس دوباره به عنوان سرپرست ریاست جمهوری و در بیرون از کشور بتونه که نظام جمع بکنه، کسایی که وکلای پارلمان هستن، شوراهای ولایتی و ارتباطات خود داشته باشن در تبعید هدف ماست. حق از او هست، حق هیچ کس نیست که یک مجرای قانونی داره در و امریکا و دول عضو ناتو با دریجه که ثابت شد حتی غرامت جنگی هم با حکومت عبوری آیندهی که برای افغانستان به وجود می آید برای از اونها می پردازند. قانون امریکا ایرا در قانون امریکا را کسی خوانده باشن اونجا می بینن بحث تابعیت دوگانه. در این صورت آقای کرزی خیلی اینجا با خلیلزاد در خطر هستن و تلاش هایشان هم زیاد است. حتی یک اطلاعاتی که یعنی 80% موثق برای ما امروز از دوستا رسید در قبال باز شدن مکاتب و با تن دادن به انتخابات تا پشت پرده طالبا بین خود جلسه‌ای که در قندهار داشتن و نتیجه رسیدن، اما در رسانه‌ها چیزی نمیگن که نماینده معارف هم رد کرد که نیم هنوز سر از این تصمیم نداریم. بعد از این پیروزی ترامپ است که واکنش های ترامپ اونا را دست و پاچه ساخته و همزمان تلاش برای آزاد ساختن عمران خان در پاکستان است و حادثه های پاکستان هم شما حتما تعقیب کردین دیدین، اینا کلش پیوند داره و ایجاد و ای را... ببینین آقای جسور، شما مسئله انتخابات را مطرح میکنین، یک جریانی که تک قومی و در افغانستان شکل دادن و تمام اسلحه و دیپوهای نظامی تعلق به اینا داره،
چطور سیاسیون میتونن اعتماد بکنن؟ چطور میتونن برن در پروسه انتخابات که قدرت 100% مسائل نظامی به دست طالب است و طالبی هم که هیچ گونه پاسخگو با هیچ قانون و معیار انسانی پابند نیست، باید اینا برون با رهبری از اینا گویا رقابت بکنن و صندوق گذاشته شود؟ جناب اصلا ناممکن نیست؟ جناب فروتن صاحب عزیز، زمانی که همین جلسه دوم که بایسار فاقد اعتبار قرار گرفته، بایدن نخواست که ایراد فشار سرش بره و در دوران اکثرا میگن که دوران ترامپ ایگاب شده بود، درست است، اما اینا از او تخطی کردن، کابل باید داخل نمیشدن، مرکز کابل و نیروهای سیومی بود که واگذار داده میشد، یک تر حکومت موقت بود که به این گپا اینا پابندی نکردن، حمله کردن و شیانه داخل شدن و همچنانی که حکومت عبوری که به وجود بیاید در روی باز اینا در نظام در داخل جغرافیا می باشند، نظام امنیتی گپا را در حد می داشته باشند که دیگران ناظری از این موضوع است، در روی که اینا کاندید می تن نمی تن بس جدا است. مسئله شما دیدین که اگر کودتای در اون چیز آیسای جلوگیری کرد در افغانستان که حکم صادر کرد مولای بطلاح سلب صلاحیت کرد وزیر دفاع و وزیر داخلی شکتی رئیس عمومی استخباراتش که دیگه صلاحیت اونا به دسترسی به دیپوی گپا ندارد. همزمان بحث قندار، حکومت یعنی حاکمیت قندار با حاکمیت کابل خیلی مشکلات درونی خودم داره که از این کودتا جلوگیری کردن که در این کودتا آقای حکمتیار اینا احزاب حزب اسلامی دیگه هم در این وابسته بودن که بسیار را زود خونسا کردن. اینا میخواستن که یک کودتا را به وجود بیارن در موجودیت دورانی ها. هر زمانی با شما میبینین تا پیش از اینکه مرحله به انتخابات برسه و ترامپ از مسائل درونی خودش بیرون برای بخشی همین تشریفاتی و گپاش خلاص شد، مشکل رقیبای داخلیش هم یک اندازه آرام بسازه، موضوع دومیش برنامه سر بحث افغانستان است و سر بحث انتخابات افغانستان با موجودیت گروه دورانی ها ملا برادر در است که شما تن وقت پیش شاهد هستین که صدای هم از ملا برادر ترامپ یاد کرد که مرا آقا صاحب میگه اگر روابط دارن اونا با این را باید داشته باشیم. سپاس آقای جسور به شما برمیگردیم. آقای جمالدین بیشتر گفتین که گویا طالب قهرمان پنداشته همیشه و این وطن با توانش گویا به دست آوردن و امریکایی ها مجبور شدن از این کشور فرار کنن. او برادر اگر طالب قهرمان بود، امی تصاویری که در فضای مجازی است، لباس خانما به تنشان و همزبانایشان میایه که این مردم از ناموسشان به مسابه سیمکارت دانی استفاده میکردن که حتی یک سیمکارت گوشیشان را توان نداشتن با خودشان داشته باشند، چطور میای خودت هم به صفت قهرمان و عتل گویا کسایی که ناتو را زدن در موردش نظر دارین؟ میشه وضاحت بتین که ما اگر نمیفهمیم بفهمیم گپ در کجا است؟ بدون شک بدون شک یه من قهرمان گفتم، قهرمان هستم خاطر از قهرمان هستم که اول قدرت جهان قدرت چه کشور یارا کشید این بدل خود امریکا نبرامد فشار گذارم فشار خود امریکا وقتی که قرار میکنه وقتی خود دولت امریکا زمان خلیزات که قرار میکنه ما برامدیم، اگر نمی برامدیم نیروهای امریکایی به خطر ما واجب شد، این اقرار نیست؟ اقرار چه رقم از این موضوع باید دلیل میگم؟ خلیلزاد خودش یک انسان مشکوکی است و حرف ما هم روی امی است که خلیلزاد تحت تاثیر هویت تباریش رفته و سرزمین را تحویل قبیله اوغان کردن. تو میایی میگی که عزیز، حرف خلیلزاد این گونه بود؟ برادر عزیز، برادر عزیز، امریکا اگر سابق افغان بود حالی امریکایی است، حالی امریکایی هر کار میکنم و نخ امریکا میکنم و نخ افغانستان قدر یک سوزن میکار رو میکنم، یک سوزن چیز قدر یک نک سوزن میکار در افغانستان نمیکنه که خوشبخته افغان ها بیان، هر کاری که میکنم و نخ امریکا میکنه، هر گفه که میزنم و نخ امریکا میزنه، یکی از سخن میگه از سخن دولت امریکا میگه و از همه جیلا هم موتو کده و همه چیز آقا هست میفهم و از ایره بسان من امیال میگم و دوستا میشنم و ایره صف کنیم که امریکایی ها بزرگ برآمد، امریکا هوشیاری دهی کرد مثل اروس هایی نکرد، امریکا هوشیار است، خیلی هوشیاری برآمد که خود جمع کرد برآمد، مثل پاچه نشد، اگر میمون مثل پاچه میشد وضعت افغانستان ما خود درون بودم و مجا حکومت بودم یک فشارا بود که امریکا که خواست خراب بود دیگر. سلام از آقای جمالدین. آقای بنیانگزار تلویزیون خراسان قادری سیو از شما میشنویم بعد از آقای وحیدی. بزرگوار بحث شدیم،
نظر شما در این مورد چی است؟ در مورد صحبت های از این برادر ما قهرمان یا در رابطه با خلیلزاد؟ بفرمایید بزرگوار، مشنمید. جناب فروتن عزیز، بسیار خلاص، اول طالبان واقعا قهرمان هستند، طالبان واقعا انسان های نیک هستند، برای کسانی که شعور ندارن میره در میجه گپ ختم میکنم. ولی میمید روی از این که چند موضوع هست در رابطه با مسئله قطر یا کنفرانس با مذرد میکنم ترکیه یا اتریش، اینها تمام از اینها بازی های سیاسی هستند که جامعه جهانی را فریب میدن که نشه کشورهای بیاین یخن اون کشورهایی که قدرت دارن یخن آمریکا را بگیرن که شما در اینجا جنایت کردین. اینا میاین همیشه موضوعات یک شکل قانونی برش میتن که ما مثلا در دوحه طالبان هم دعوت کردیم، نماینده های افغانستان هم دعوت کردیم و فلان و فلان هم دعوت کردیم که سر موضوعات افغانستان. این یک تایم باینگ، یک فریب، یک بازی بیش نیست. ولی بیره باید ما شما اول بدانیم که فعلا در شرایط کنونی آقای خلیلزاد هیچ کدام مقام یا وظیفه رسمی از جانب دولت آمریکا نداره. یک آدمی هست که در سیستم برابر شده و شما وقتی که در آمریکا در اون سیستم برابر شدین، مثلا بعضی سناتورا، کانگرسا میرن اسرائیل، میرن یک جایی رو میبینن، برای خودشان یک رزومه درست میکنن که ما رفتیم اسرائیل و رفتیم به اصطلاح زیارت کردیم و رفتیم اینجا و با این صحبت کردیم. اینا مو یک بودجه هست، وقتی که اینا در یک جای میرسن برایشان مخارج داده میشن، ولی کدام وظیفه رسمی آقای خلیلزاد نداره. مشکل از اصلی این است که ما مردم افغانستان، تمام افغانستانی های ما میفهمن که خلیلزاد، آقای کرزای چی جنایت را، آقای غنی چی جنایت را در اینجا کردن و آوردن طالبا کیها باعث شد. و در حالی که شما میبینین حتی در امی دوره غنی و در دوره کرزای امی طالبایی را که قهرمان میگن، اینا یک دانه ولسوالی هم در دسترسشان نبود، ولی پول های کشی که داده شد برای قول اردوها، برای قماندان ها، برای کسانی که در رأس پیش از پیش جای بجای شده بود، یک پروسه بود و کسی جنگ نکرد، آمدن گفتن این طالب آمد گرفت و حکومت تسلیم شد در ظرف 24 ساعت. فقط یگانه کار از نظر من میشه که خود مردم افغانستانی های ما اینها کمر همت بسته کنن و تومورهایی بسازن و ای آقا را و آقای غنی را، آقای کرزای که در این جنایت بشری اینها همکار بودن محکمه کنن و او را کدام کشور دیگه بر اینا نمی کنن، او را خود امریکا هم نمی کنن. اگر شما در این فکر باشین که میای آقای خلیلزاده، آقای خلیلزاده شاید بیان یک جواب سوال حزب مخالفش کنن، ولی محکمه کردن از این باید خود افغانستانی ها کمر همت بسته کنن، همی رهبرها، همی کسایی که امروز میخواین باز در موضوعات سیاسی افغانستان دخیل باشن، اینها باید سرمایه گذاری سر از این مسئله کنن، اینها باید وکیلا را ببینن، اینها باید افغانستانی ها را تجمع کنن، اینها باید صدایشان را بلند کنن که تایی برد در محکمه بین المللی، در محکمه ها تصاویر جمع آوری کنن، همین صحبت هایشان را، ویدیوهایشان را جمع آوری کنن. همین ببینید خراسانیس بزرگوار، ریچارد بنت مستندی از نقض حقوق بشری و جنایت طالب در افغانستان عملا در بخش حقوق بشری شورای امنیت گزارش دادن، مستند وجود داره. آیا در این جنایت ظلمه خلیلزاد شریک نیست که نظام امریکا را در اغوا قرار داد و با یک کتله که 20 سال در او سرزمین انسان کشت به خاطر تحت تاثیر هویت و تبار اصلیش رفت تحویل برادرای طالبش؟ اگر چنین
اگر چنین اسناد را ما به دست داشته باشیم که آقای خلیلزاد اینمطور یک موضوعی را که شما یادآور میشین روی سند یادم این کار کرده، بله. ولی بازم من میگم که آقای خلیلزاد هم از یک مرجع برش هدایت داده میشه و هدایت میگیره. ولی از نظر ما افغانستانی ها، ما قانون ما چی حکم میکنه جناب آقای فروتن عزیز؟ در افغانستان هر کسی که پاسپورت آمریکا را گرفته، پاسپورت اروپا را گرفته، او هنوز شهروند افغانستان است. و اگر یک دولت درست حسابی بیاید، می توانند که انمی اشخاصی که در خارج خیانت کردن، جنایت کردن، اینا را محکمه کنند. به نظر به قانون اساسی افغانستان، چرا هیچ کسی صلاحیت از این را نداره؟ در قانون افغانستان قبلا چنین بود، جز کمیته به اصطلاح یا همو کمیته دولتی وزیر وزرا کابینه میگیم که اونا جلسه میگیرن که مثلا فلان شخص میخواد که همو شهروندی خود پس بده، حتی در همو جمع رد میشه. یعنی هیچ قانون در افغانستان نبوده که یک نفر شهروندی خود بره دست فاروخانه بگه من دیگه از افغانستان نیستم. همچو چیزی نیست جناب فروتن صاحب، من دقیق معلومات دارم. گفتم آمریکا خب نمیخواد خود بدنام کنه، آمریکا خب نمیخواد که بیای بگه که نفر ما، سفیر ما، نماینده ما رفته در مبین افغانستان جنایت بشری را کرده. ما باید این کار کنیم، افغانستانی های ما در اروپا باید این کار کنه. امیر رهبر صاحبایی که نشستن و میلیون ها به گفته شان که در اکانت هایشان داره، اینها باید سرمایه گذاری کنن، اینا باید وکیل ها را استخدام کنن، اینا باید اسناد جمع کنن. شما ببینین جنایت بشری دیگه چه رقم باشه وقتی که طالب میایه هر انتحاری که میشه مسئولیت چه بگردن میگیره که ما این انتحاری را کردیم در فلان جای. خب خود نمی سند است، سخنگویش میایه میگه آقای مجاهد که ما می جنایت کردیم. اینها باید محکمه شون، اگر نشن دیگه خب باز یک دولت دیگه را میارن و سرش کل چیز خاک میندازن، باز 20 سال بعد باز همو آش است و همو کاسه. جناب خراسانی سه، بعد از سقوط نظام جمهوریت هزاران کلیپ که تعلق به نیروهای امنیتی افغانستان داشت طالب ها گرفتن، مستند تیرباران کردن، محکمی سرایی کردن، بر علاوه بانوهای او سرزمین را که اعتراض داشتن به خاطر حق خواهیشان مورد تجاوز جنسی قرار دادن، کودکای او سرزمین از کلان کلان کسایی که مسئول است در نظام طالب عملا تجاوز جنسی در برابر از اونا انجام دادن. یعنی جمع مستنداتی هست که نقض حقوق بشری که آقای ریچارد بنت عزیز خان گفتن یک بله. چیز هست که سازمان ملل دروغ خونه میگه. بله بله، این صحبت سخن سازمان ملل است. شما ببینید بازی آمریکایی ها چی است. از یک طرف میگه ما طالبان تروریست است، ما ایره به رسمیت نمیشناسیم، از طرف دیگه میره برنامه دوحه را حمایت میکنه. این مسائل است که در دادگاه باید کشانیده شود. وقتی که تو میایی دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسی، سفارت چه به رسمیت نمیشناسی، ولی تو اسنادی هست از وزارت خارجه یا استیت دیپارتمنت آمریکا که برای 8 قماندان هفتوار 40 میلیون دلار میتی، اینها اسناد جمع آوری شود که ما بتونیم اینا را محکمه کنیم. جناب فروتن صاحب اسناد خیلی زیاد هست، قتل ها شده، کشتار ها شده، 40,000 ارتش کشته شده، ترور ها شده، بسیار جنایات زیادی در این سرزمین در طول 20 سال شده. اینها باید به دادگاه معرفی شوند و با اسناد. وقتی که اسناد نباشه خب نمیتونه کسی برای مثلا با یک صحبت سخن یا بگویند. با اون خاطر سپاس جناب قادری سی به شما برمیگردیم. آقای وحیدی درود میفرستیم برای آقای بختیارم. آقای وحیدی بزرگوار، در شهری که خود ملای آیت الله عملا حضور داره، قوم اچکزی را بعد از تصاحب قدرت اینا واقعا به یک نسل کشی طوری گروهی در برابرش انجام دادن که هیچ کس نمیتونه و هیچ کسی هم نیست از این جنایت طالب انتقاد داشته باشه، اعتراض بکنه. نظرتون در این مورد چی است؟ تنها در شهری که خود ملای آیت الله عملا حضور داره در قندهار، قوم اچکزی هزاران جوانش اینا طوری گروهی کشتن، سلاخی کردن. درود مجدد فروتن گرامی. گرچه صحبت های من قطع شد، بختیار صاحبم خوش آمدید بگم، قادری صاحبم
گوش کنید فروتن گرامی، در صورتی که در شرایطی که به اصطلاح در یک نظام، در یک حکومت، در یک جغرافیا قانون اساسی نباشه، حکومت نباشه، دیگه قوانین به اصطلاح ثلاثه دولت وجود نداشته باشه، ایره باور داشته باشین که اگر اونمو گروه جل، اونمو گروه حاکم اگر نیمی از پیکر و جامعه را به اصطلاح به قتل برسانن، از بین ببرن، اونجا دادگاه، چون دادگاهی وجود نداره، نظام وجود نداره، سیستم وجود نداره، هیچ کار صورت گرفته نمیتونه. ما میایم به حرف اینمی جوانه که به اصطلاح به نام جمال الدین وفاست، اینا بعضی گپای دیگر را گفتن، گویا سفید نمایی کردن از این گروه جل در افغانستان خراسان. اینه ما براتون بگویم که در 17 ساله که اینا در جمهوریت، در جریان جمهوریت، در 17 سال 18 ساله که به اصطلاح طالبا جنگ خونین داشتن در او سرزمین، از راه انتحار و انفجار و به اصطلاح چادری زنانای خوار و مادرشان را می پوشیدن و به اصطلاح در ولسوالی ها و در مناطق قصبات داخل می شدن و در شهرها داخل می شدن، انفجار و انتحار بکردن. اینا همی آقا برابر نشان بده که چند تا ولسوالی را اینا تسخیر کرده بودن در تمام جغرافی های افغانستان خراسان، که امروز میای از این گروه جل به اصطلاح آدم سفید نمایی میکنه و افتخارم میکنه و اونا را قهرمانم خطاب میکنه. برای ما اینجا واقعا خیلی خیلی جای هیب است، خیلی جای شرم است، یک گپ بسیار شرم‌آور است. آمدیم برای ازی که آمریکا موجودیت خود در اون جغرافیا به اصطلاح به هر قیمتی که باشه چیز میدانه، ضروری و حتمی میدانه، و چند بار دیگه در ایام به اصطلاح این کمپاین های انتخاباتیش و از او قبل هم به اصطلاح ترامپ گفته بود که برای ما میدان هوایی بگرام مهم است، یعنی به این مانا که ما یک قوت نظامی در اونجا باید ما داشته باشیم، و ایره باور داشته باشین که اگر اینا بار دوم اونجا برن و بگرام رو تسخیر کنن، پس او گروه برشان قابل قبول نیست که باز در موجودیت از اینا، در موجودیت از اینا که در میدان هوایی بگرام باشن، در میدان هوایی بگرام که رفتن اینا، خب باز بعضی میدان های هوایی دیگر هم در اختیار خود میگیرن، مثلا قندهار، میدان هوایی قندهار، میدان هوایی شیندر یا سبزوار هرات، میدان هوایی خوست، این مناطق باز تسخیر میکنن، میگیرن. پس در موجودیتشان باز این گروه برشان دیگه ضرور نیست که این گروه باز حاکم باشه و تحت حاکمیت این گروه اینا باز با دولت های منطقه، با کشورهای منطقه باز چیز داشته باشن، با او خاطر چون سبب بدنامیشان میشه، و اینا طالبای این نکته را متوجه هستن و به این نکته رسیدن که در صورتی که به اصطلاح آمریکاییات اصرار کنن که ما میدان هوایی بگرام رو دوباره تسخیر میکنیم، یعنی گرفتن میدان هوایی بگرام یا تسخیر میدان هوایی بگرام دوباره نابودی اینمی گروه جل است، این نکته را آمریکایی‌ها، این نکته را طالبا فهمیدن، رسیدن به این نکته که این تسخیر میدان هوایی بگرام در حقیقت نابودی حکومتشان یا نابودی اونمو برنامهشان است، اونمو حکومتشان است. دیگه آمدیم سر از این که باید اینمی آدمی که به نام نماینده بود، اینمی آقای خلیلزاد، ای باید به اصطلاح محکمه شد، و محکمه از اینم آقای خراسانی صاحب شرح داد جریانه که باید اسناد اوراق آماده شود، چون آماده هم هست اسناد اوراق، و فقط برای یک صدا ضرور است، برای یک صدا و برای یک اشتک زدن ضرور است که اینمی آدم باید به محکمه لاحه به اصطلاح از هر رای ممکن معرفی شود، چون اگر یک بار دیگر برازی وقت داده شود، یک بار دیگر اگر برازی فرصت داده شود، در حالی که برای فعلا هیچگاه حضور نداره، هیچ چیز حضور نداره، هیچ اصلا از این سر و صدایی نیست، اگر دوباره برازی وقت داده شود و برنامه و فرصت داده شود و این کارهای قومی فاشیستی خود برنامه های بعدی و برنامه های متباقی که مانده او را رویش کار بکنه و میخواد که عملی بکنه. و آمدیم سر از این که ما بازم تکرار میکنم که موجودیت امریکا در افغانستان و تسخیر میدان هوایی بگرام برشان ارزش داره در نبود گروه جل، نه با موجودیت گروه جل. شنونده هستیم. سپاس آقای وحیدی، درود میفرستم برای آقای بختیار. مایک تان باز کن آقای بختیار، نظر شما را در مورد میخواین داشته باشه. درود به شما فروتن صاحب عزیز، وحیدی صاحب،
قادری صاحب و همه دوستایی که صدای ما را میشنوند، دقیقا یک موضوع بسیار عالی را انتخاب کردین، رابطه به شیطان بزرگ به نام زلمه خلیلزاد. اما بیشتر اما اصطلاح عامش که مردم استفاده میکنن زلمه بدزاد. متاسفانه که این آدم از وقتی که پا در امریکا میگذاره، بعد از اینکه باعث یک موره، باعث یک جاسوس در اونجا استخدام میشه، ما امو کارنامه های از ایره میبینیم، کارنامه های بسیار خصمانه، بسیار ضد منافع ملی کشور ما و شما، و در عین زمان ضد منافع ملی امریکا همچنان، چون اونا از یک طرف امو مسائل قومی که در ذهنشان بود کوشش کرد که امو سیاست های امریکا را در افغانستان به گند بکشه، یعنی کیفیتش پایان بیاره، به نوعی امریکا را بدنام بسازه، و از طرف دیگه کشوری ما را چنان بی ثبات ساخت که تا امروز ما حداقل نتونستیم که یک دولتی با ثبات داشته باشیم، و همچنان در میان خود اقوام افغان یا پشتو زبان ما یک نفاق بسیار عمیق را ای آدم زمینه ساز شد. ما از زمانی جمهوریت، سالهای اخیر جمهوریت به شما یک نقل قول میکنم، شما هم فروتن صاحب پیشتر اشاره کردین در مورد قومی بزرگی اچکزای اشاره کردین. در سالهای اخیر جمهوریت جنرال رازق اچکزای بسرعت جایگاه اجتماعی پیدا کرد. اول خو یک فرمانده نظامی بود، بعد در عرصه سیاست گام گذاشت که همینجا بود یه آدم بسیار در یک فرصتی کم تانست یک جایگاه بسیار خوبی را ایجاد بکنه در میان مردم خودش، اقوام شریفی دورانی. امی بود که فاشیزم یک تعداد حلقات مشخص در قوم غلزه آمدن طرح تروری آدم ریختن، که شما شاهد بودین که در روز چاشت یک آدم روان میکنن به پاکستان، اونجا آموزش های نظامی میبینه، بعد از او تا یک سناریوی ساخته شده میارن ایره در ولایت قندار باعث محافظی والی قندهار استخدام میکنن، حدودا یک ماه و نیمی نمیگذره امو پلانی را که برای از او داده بودن او پلان در حالت تطبیق میکنه که در اونجا عملا جنرال میلر حضور داره و جنرال ویساکی محافظش هستی آدم، و بعضی منصوبین و بلندرتباهای نظامی و ملکی اونا را هدف قرار نمیده، میای مشخصا جنرال رازق هدف قرار میده، به شهادت میرسانه، که اسنادهای زیادی در این قسمت وجود داره که ای به شکل بسیار سیستماتیک هدفمند توسط یک تعداد دسته‌های پیدا در میان قوم غلزه این کار انجام شد. و در بعدها بعد از اینکه دولت سقوط کرد، رژیم سقوط کرد، طالبان آمدن وارد قندهار شدن، شما هم اشاره کردین که اینا به شکل بسیار وحشتناکی به کشتاری دستجمعی اقوام شریفی اچکزای زدن، یک تعداد جوانا را اونجا تیرباران کردن، محکمه های صحرایی کردن، یک تعدادش تانستن اونا فرار بکنن به کشوری پاکستان و ایران، یک تعدادش هم به کشورهای اروپایی آمدن، امروز ما و شما شاهدش هستیم. در کل این آدم در افغانستان بخصوص دمی معامله ای که با طالبان انجام داد مرتکب جنایات بشری شد، جنایت علیه بشریت، جنایت بشری. ببینین شما با ده ها کلیپ تصویری و مستندسازی از طرف نهادهای بین المللی و نهادهای داخلی بخصوص مردم افغانستان صورت گرفت که در اونجا طالبا عملا دست به کشتار مردم زدن، دست به کشتار افراد ملکی زدن، و این آدم بی شرمانه در هر کجای آمد به نوعی ابو کاری را که کرده بود از او دفاع کرد و به نوعی گفت که کار به خیر مردم افغانستان بود، در حالی که شما پیشتر از سازمان ملل یاد کردین، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، که اونا بخش حقوق بشرشان گزارشاتی را، مستنداتی را اونا ساخته بودن، آمدن نشر کردن. اگر انسانی، اگر وجدانی آدم میداشت، حداقل از شرم خود به مردم نشان نمیداد، اگر نشان هم نمیداد یک پیامی را نشر میکرد از او، از تمام مردم افغانستان، از همه انسانهایی که از سیاست های کثیف از این متضرر شده بودن میامد عذرخواهی میکرد، تا میشه در یقل دری اواخر شاید آن نزدیک مردنش هم از
در پایش به قول هم دلبی گور رسیده، حداقل پیش همی وجدانش آرام میشید، حداقل عذاب وجدان نمیکشید، که من مطمئن هستم یادم عذاب وجدان هم خود داشته باشه. حالا به عنوان ای که ما باید چی بکنیم، مردم افغانستان کسایی که زی دخل در قضای افغانستان است، از مزایا و نواقص از اینا از این کشور اینا بهرمند هستن، باید یک کاری را اینا را بندازن که به اداره جدید امریکا یک پیام واضحی را برسانن تا این آدم، این شیطان کثیف، دستش دیگه در سیاست های امریکا دخیل نباشه. این را باید کاملا در نه تنها که دستش بگیرن از سیاست های امریکا، باید به یک محکمه عادلانه این سپرده شوه، نظر به قوانین بین‌المللی، قوانین حقوق بشری و سایر قوانین نافذ بین المللی محاکمه شوه و عدالت تامین شوه. من شنونده هستم. سپاس آقای بختیار بزرگوار. مشتمیم از خراسانی سه فکر کنم نوبت از آقای وحیدی بود. معذرت میخواییم یک چیزی رو اضافه میکنم. یک صحبت های در سخنان دوست عزیز ما بود که مردم افغانستان باید کار بکنن. ببینین جناب فروتن صاحب، صحبت های ما میخوایم شکل باشه که مردم ما یک ذرگک بیدار شوند، مردم ما یک ذرگک دست به کار شوند، اونایی که اتحاد و همبستگیشان برای این جنایاتی که در این وطن شده اینا باید کوشا باشند. من هم یک مثال خدمت شما عرض میکنم و هم جنایت دوره اول طالبان را من خدمت شما عرض می کنم. شما ببینین، ما کار با حکومت دکتر نجیب ندارم، بقیه از آل مردم فکرونه که والا خدمه از اونا پشتیبانی می کنم. نه، من به این معنی نیست که من طرفداری یا پشتیبانی از حکومت یا شخص آقای نجیب می کنم. من این را می گم که آمدن در دوره اول طالبان یک جنایت بشری دیگر در افغانستان انجام دادن که دکتر نجیب در چهارراهی به دار آویزان کردن. یک رئیس جمهوری که به اصطلاح که به زیادترین کشورهای جهان او را به رسمیت میشناخت. چی شد؟ کس محکمه شد؟ حتی طبقه امو روشنفکر و با سواد و تحصیل کرده های حزب وطن، هم از جنای این طرفش هم از جنای او طرفش، امین ها توانستن کار کنن؟ طبقه روشن و طبقه تحصیل کرده و طبقه هم بودن که در دفاتر و در سیستم و دفاتر کار میکردن. اینمی هم همین شکل میگیره اگر مردم ما بیدار نشن. اینمی طور میاین و شهید و شهید و شهید و شهید بازی میکنن و قهرمان بازی میکنن، چون به خاطر که احمد زای است و نمیفهمم یا در دوره آقای نجیب پدرش یک کاره بوده یا یک مقام داشته، دمی خاطر چکچک میکنن. نی، شما یا توانستین که طالب دور حوال محکمه کنین؟ باز تمام از سوادی که داشتین، دانشی که داشتین، دست بالایی که داشتین، همتون آمدین در موبایل اروپا شیشتین فقط قابلی زدین. این یک مثلا. باز یک چیز دیگه جناب قادری صاحب، اگر وقت جنایت طالب یاد میشه، بدتر از اون مسئله دشت لیلی را که آدم رویش تمرکز داشته باشه، یعنی طالب مجازات شد، او کتله بیناموسایش که، ولی ای که یک تعدادش تعلق به استخبارات های بیرونی داشت نجات پیدا کرد، اما تعداد زیادی اشخاص نجیس و اوباش در دشت لیلی دفن هستند. من مطمئن هستم که این بار هم سرنوشت برادران 20 سال پیششان، اینا سرنوشتشان رقم خواد خورد. این اتفاق میفته، ولی ما صحبت ما سخن ما اینجا هست که ما چطور میتونیم اینها را به دادگاه بین المللی بکشیم. شما ببینین جنگ دوم جهانی که وقت تمام میشه تا به حال، یعنی یک چیزی حدود 70 سال شد، بیشتر از 70 سال یهودی ها آرام ننشستن. از ارجنتین قماندان ها را پیدا کردن، از برزیل جنرال ها را پیدا کردن، از کشورهای دیگه پیدا کردن. چطور پیدا کردن؟ سرمایه گذاری کردن، منسجم شدن، وکیل ها را پیدا کردن، اسناد ها را جمع آوری کردن. مثلا امو آقایی که در فرانسه در امو مسئول امو زندان بود، امو را بردن در امو زندان زندانیش کردن. یعنی مردم کرد، نه دولت اسرائیل.
ما باید امن طور این جنایاتی که در حق مردم بیچاره و معصوم ما شده باید 20 سال، 30 سال، 50 سال تا 100 سال ما اینا را باید به دادگاه ها و محاکمه بکشانیم. برای نسل ها پند بانه، برای نسل ها عبرت شوه. اینی چقدر اسناد است، چقدر اینا صحبت کردن. ولی شما ببینید نمی آقای خلیلزاد چند روز میگه من رفتم دوستم خانه برش در سر خانهش بم کفاندم. یک جنایت است. اینمی خودش هم سند است. تو چی کاره؟ تو حرف از دموکراسی میزنی؟ تو خواه آمدی که به افغانستان دموکراسی رو امپلمنت کنی؟ تو خواه از زور توپ تفنگ سر مردم کار میگیری که یا تابع ما باش یا ایست که یعنی در خانت که تزن اولادت میپرانم همی اصادت ها در محکمه حاضر شوه. من خبر دارم که چند دفعه در جان ازیر ناتو روان کردن، چند دفعه غنی آدم روان کرد که میذاریم تکت تکت میکنیم از بینت میبریم اگر تو کت ما هم آهنگی نکنیم. اسناد زیاد از جناب فروتن عزیز، مردم به بخار است. مردم ما این صحبت های ما امروز متفاوتر به دلیل عزیز جناب وایدی صاحب عزیز با آقای فروتن که مردم ما مقصر هستن که هیچ شیشتن همون دکتر نجیب را که برش جان میتن که گپ میزنن که قهرمان دکتر چی کردی برش؟ تو چی کردی؟ چند تا محکمه آقای توخی که در مابین هالند نشستی، آقای فلانی، خانمش، باجیش، دخترش میاین قهرمان، فقط پدر ما یک قهرمان بود، مقایسه با غنی نمیشه. ولی تو انتقامش گرفتی از جامعه بین المللی؟ ملل متحد به دادگاه کشانیده که تو چطور در مابین دفترت یک نفر میگیرن؟ پناهنده بود در سازمان ملل، قانون نیست که بره. اینمی جنایت است. ما کار نداریم که دکتر نجیب خوب آدم بود بعد ما بود جنایت کرد، خیانت کرد. ببینین مردم است، مردم ما باید این کارها را کنن. از این موضوعات هر کدام مال هزارستان و دو هزارستان و نمیفهم از این و از اون که جور کرده یا هم درست حقوق خوب شده، ولی اصل گپ کجاست؟ اصل گپ هم ماندن. میشنم از عزیزان. سپاس قادری سه بزرگوار. وحیدی سه بر شما مشنویم. قبل از اینکه پرسش ما را از وحیدی سه داشته باشیم، دوستای عزیز شما میفهمین که هر آدرسی که بیاید دو تا حرفی به خاطر بیدارگری بزنه و علیه افراطیت زبان باز بکنه ریپورت میزنن. حداقل با لایک کردنتان مجال امیره برای ما بتین که بیننده که در برنامه معمول است باید حضور داشته باشه. متاسفانه اینا ریپورت میزنن ولی شما هم هیچ گونه عکس العمل نشان نمیتین. وحیدی صاحب مشنویم. آیستا آیستا هم با آخر برنامه میرسیم. حرفایتون رو جمع‌بندی بکنین آقای وحیدی بزرگوار. درود و مجدد. دقیقا که من حرفای آقای خراسانی صاحب بسیار عالی بود، گپ خوبی گفت. دقیقا که باید استاد جباوری شود در مقابل اینمی خائن و اینمی جنایتکاری که به صفت نماینده یک کشور پرقدرت جهان به اصطلاح تعیین میشه و باز اونجا میره از فرصتا استفاده میکنه، از فرصتا به نفع قوم و به نفع برنامه های به اصطلاح فاشیستی قومی خود استفاده میکنه. حتی بعد تا جای خبر شده بودم که یادم پاسپورت افغانستان گرفته بوده یا می گرفته، برنامه به اصطلاح کاندید شدن ریاست جمهوری را داشته در او زمان، بعض برنامه های دیگه هم در مایکتا نبسته کردین آقای وحیدی. صدای ما دارین برای ما یک زنگ آمد. حال درست شد. برای ما یک زنگ آمد و پس قطعش کردم. دیگه روی هم رفته. باید یه آدم به اصطلاح به دادگاه کشانده شود و واقعا این جنایات ضد بشری را در امو ایام به اصطلاح جمهوریت تقلبی یا ناسالم انجام داد که مثلا اختار داد گاه و ناگاه به اصطلاح با آدرس تمام اندیانمو سیاسیون این آدم تاخت و تاز میکرد، یک تاز میدان بود و حرفای زد و نقیز میزد، حتی اخطار میداد که
این فکر کو که خدا شاید است که بیخی بقوتی ساخته بود اونم مردم امی سیاسیونه، ولی چون کشور تنها خو کشور امریکا اونجا نبود، از برای خدا قرآن 49 کشور جهان در اونجا موجود بود. آقای وحیدی، قبل از اینکه قدرت را تحویل طالب بدن، آقای خلیلزاد وقتی در دوحه با ملا برادر دیدار داشت، میامد در رسانه ها حرف عظیم زد که طالبه که مال میبینم طرف مذاکره ما است، او طالب 20 سال پیش نیست. یعنی یک نوع حکومت امریکا را در خلای معلوماتی قرار داد و حتی مردم افغانستان را در مورد طالب ای آدم مخشویی کرد و مردم به این فکر بودن که این طالبه که فعلا است، این طالب 20 سال پیش نیست. اما این طالب اینقدر چتل طالب برآمد که او طالب 20 سال پیش را هم رو سفید ساخت. شما ببینین حال این طالب در میدیا حاضر میشه، میگه گفتن الحمدلله اینمی صدا هم که اگر زنانه باشه یک عیبی بزرگ است، قابل شنیدن نیست، نباید این اجازه را قشر اوناس در افغانستان برش داده شود. یعنی واقعا یک اپارتاید جنسیتی به معنای واقعی را در افغانستان این بار طالب برا انداخته و برعلاوهش تجاوز، قتل، جرم و جنایتش، اگر یک مرجع دقیق ای آدم مسئول است، از ای آدم باید ای مورد پیگرد قرار بگیره. اگر حکومت دونالد ترامپ میخواهد که واقعا امو عزت از دست رفتهشان دوباره احیا شوه و دل شکسته مردم افغانستان هم بجا، پس باید در این مورد سکوت را حرام بدانن. عامل همه مرداری هایی که در وطن ما اتفاق افتیده آقای خلیلزاد است. گوش که فروتن گرامی، خب ما در بعض حرفای دیگه اشاره میکردم که حرف مقطع کردیم. شما توجه کنین ما در امون زمان، در امون ایام جمهوریت، ما لابیگر درست نداشتیم در اون نظام. اگر ما لابیگر درست میداشتیم، خدا شاهد است که اینمی آقای خلیلزاد در امون ایام جمهوریت ما به دادگاه میتونستیم بکشیم، به اصطلاح به چالش بکشیمش. خب چون ما نداشتیم، هم اگه به اصطلاح مصروف خورد و برد بود و مصروف جیبشان بودن، کسی به اصطلاح در فکر از این نبود که باش که آدم چی میکنه چی نمیکنه، یکی در جان دیگه مصروف بودن. و اگر واقعا اگر یک لابیگر درست می بود، این آدم دیگه هیچ کار کده نمیتونست، هیچ حرکت کده نمیتونست و حتی برطرف میشد از مسلمت که این آدم تعیین شده بود دو برنامهش. خود چون لابیگری نبود، برنامه نبود، حکومتداری نبود و دو تا فاشیست به اسلام تبار خدا آورده بود و نموجا مقرر کرده بود بالای تمام اقوام و سرزمین و خودش داشت اون کار و برنامه خدا پیش می برد. سپاس آقای وحیدی. آقای بختیار، از شما می شنویم در مقطع پایینی از آقای ببرک خراسانی، بعد خداحافظی می کنیم. درود مجدد فروتن عزیز. من می خواهم رابطه با این تصویر را اینجا گذاشتم بعضی اشارات داشته باشم. دوستای عزیز، شما میبینید در این تصویر ببرک خراسانی نیامد. آقای فروتن عزیز، وحیدی سب بزرگوار، اما متاسف هستم یک تیر دوستای ما قراری که میگذارند در مروی، اما قرارشان خودشان باور ندارند. یعنی نمیشه کال ما بیایم بگویم چرا نیامد، خود تعلق به اونا میگیره. این برنامه‌ای که ما داریم، ایتونیس خدای نخواسته سوژه را کسی به ما بده ارباب گونه، بعد گویا کسی نان بده و فرمان بده، ای گپ نیست. حس انسانی که داریم علیه افراطیت زیر هر عناوینی باشه، بالاخره ما میستیم، میایم حرفای خود را داریم و ما اندازه توان خودمان در بیدارگری مردممان میخواهیم کوشا باشیم. از آقای بختیار میشنویم، بعد از آقای خراسانی خدافیزی میکنیم. دقیقا خواست میگه اشاره کردم در تصویر شما عکسی ملا برادر و امی شیطانی بزرگ آقای خلیلزاد میبینید. خلیلزاد رفتنی آدم کشوی انسان جنایتکار از زندانهای پاکستان آزاد ساختن آوردن در قطر، با اینا گفتگوها را شروع کردن
و بناوی به اینا یک شخصیتی کاذب را دادن که متاسفانه با در خلافی یا در تضاد با تمام اصولهای بین المللی، اصولهای حقوق بشری، کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری، اینا آمدن همچون یک معامله ننگین و کثیف را راه انداختن که این ثبت تاریخ است و این چیهایی را که ما و شما ثبت میکنیم، این کلیپ هم در خاطره تاریخ ماندگار میمانند و خواهد ماند. و در خصوص از این که دوستای عزیز، ما و شما مسئولیت ما است، باید از راه های ممکن، از چینل های ممکن یک پیامی را باید ما به آدرس نهادهای مسئول بفرستیم تا باشه که حداقل این آدم را در آینده، حداقل در سیاست های اداره جدیدی بایدن دخیل نسازند در امورات افغانستان، تا باشه که امو باقی پلان های باقی ماندهش تطبیق بکنه و امو گروهی که امروز هم بالای گرده های مردم سوار هستند، مشخص ناقض حقوق بشر هستند، اونا را مشروعیت بده و یک رژیمی مستبد استبدادی که ما شما عملا شاهدش هستیم این سالهای سال احتمالا قرنهای قرن دوام پیدا بکنن بنا به مو سیاست هایی که اونا دارن در گذشته بازی کردن و حالی ادامه میتن. گفتنی معمی است و شنونده هستم. سپاس آقای بختیار بزرگوار. ما دوستا خود را نشان به خاطر نمیتون که امی پیام تصویری که در بکگراند خودم گذاشتیم دوستا زودتر برشان تعبیر میشه. آقای قادری صبر نظرشان میگیریم، آیستا آیستا خداحافظی میکنیم. یعنی کسایی که جرأت اخلاقی را نداشتن که در لباس خودشان در برابر مردم افغانستان به نام مرد ظاهر شوند، از لباس زن استفاده میکردن، مثل که شما در برنامه میبینین، خبیسترین و سیاترین چهره به نام خلیلزاد ای را آورد بالای مردم ما حاکم ساخت. امروز تک تک شهروندای او سرزمین باید صدا بلند بکنه تا حکومت و نظام تازه امریکا ای خودی سرطانی را پرونده قطرش را بازبینی بکنه و هم مردم افغانستان زیان دیدن، هم حکومت امریکا را در سطح دنیا جایگاه و اقتدارش از صدمه زده. عامل اصلیش آقای خلیلزاد است. جناب خراسانی صاحب مشتاقین بفرمایید. مایکتون بسته است بزرگوار، مایکتون باز کنه. دواز شد؟ بله بله، خدایتون داریم. من میخوایم یک تبصره کوتاهی داشته باشم. ما در امی سی سال میبینیم که علل خصوص خانم ها و یک داد از آقایون امی سنگ به سینه میزنن که مکاتب باید باز شوه، مکاتب باید باز شوه و یکان تظاهرات ها کردن که مکاتب باید چرا امریکا باز میکنن. ببین اینا کلش، اینا در مسائل سیاسی اینا یک نوع از فریب هست. در اروپا آمدن، در مابین امریکا آمدن، باز به خاطر که یک شورت طلبی کنن، میگه والا خانما در تحت فشار هستن، در نه تنها خانما که تمام افغانستان تحت فشار است، تمام اطفال، تمام تجاوزهایی که به بچه های جوان میشه، به دختر خانم ها میشه، به زن ها میشه، به مرد ها میشه، فقر، بدبختی، تمام این مسائل در اونجا هست. نه تنها مکاتب برای ما مطرح بس باید باشه. شما ببینید در امی اروپای شما به هزارها تا خانم با لباس های فیشن و درشن در امی سه سال میرن در کنسرت خانم آریانای سعید، رقص و پقص و سر استیج بلا میشن و معذرت میخوایم شورمور خودم میتن و خانم آریانای سعید و مینار معذرت میخوایم که کلامه میگم خر ساخته پولهایشان رو میگیره که من برای زنهای افغانستان نامشان رو بالا میکنم. یک روز کتب پت ساختگی، یک روز کت چهره ساختگی، یک روز کت لباس های مختلف که ده ها هزار دلار بی. آیا مبارزه همی است؟ آیا زن افغانستان همی رقم مبارزه کار داره؟ آیا زن افغانستان همی رقم نجات کار داره؟ که تو امرای چهار تا خواننده دیگه یک جای میشی؟ باز در یه تلویزیون برو، در یه تلویزیون برو، کار چیز؟ چی کردی برای جامعه؟ جز جیب مردم خالی کردن، جز شهرت طلبی. خود یک رادیو میری یک صدایت میکشی برای غربی ها که او رادیو بتانه که پول جمع کنه که این ما در افغانستان دل ما بر حال خانم های افغانستانی میسوزن. کلش فریب است. من یک پیام دارم خانم
آریانا ایسایی، تو که زنهای افغانستان دوست داری، تو که دلت به حال اونها میسوزه، مرد شد دانه اتحادی اروپا، بیا خود آتش بزن که جهان ببینه که یک خواننده به خاطر زن افغانستان، به خاطر دخترک افغانستان، به خاطر که یک حکومت فاشیستی در اونجا برقرار است، یک حکومت جانی و خارج از قوانین بشری اونجا هست، این یک خواننده بسیار خوب ما آقای فراد دریا و خانم آریانا سعید خود مقابل اتحادیه اروپا آتش زدن که جهان شور بتن. اینی رو مبارزه میگن، نه اینکه جیب مردم تمروز خالی کرده را ایستن، گونک زده را ایستن، لباس های قیمتی در این رادیو برو، او رادیو سرت برنامه جور کنه، از اوجا پیسه بگی، از اوجا برو. مبارزه این رقم نیست. همون بچه اسرائیلی ددان واشنگتن خودم اگر نکشت، همی بچه آقای فرهنگ نام داره در نیویورک تایمز وقتی که علیه حکومت آخوندی ایران آقای خمینی مبارزه کرد در ویسود لاس آنجلس خود آتش زد، یک بچه هم داشت، جهان شور داد، در نیویورک تایمز شور داد علیه حکومت آخوندی آیت الله خمینی. مبارزه باز داره تو جهان، این ها مبارزه های واقعی هست، نه که بیا یخن فازی کفی رو بگی که توی تو کردی، مایی تو کردیم، تو روزبی خانه داشتی، تو دخترها رو میبودی، هیچی درد ملت دوام میکنن. شور طلبی، پیس سازی، فریب دادن، جیب مردم خالی کردن، والا ما این بیرقه که گرفتیم که زنهای افغانستان، زنهای افغانستان وقتی که خانم زریاب در مابین هامبورگ که برش طالبا تجاوز کرده بود اوج خیمه زد، چند نفر در اطراف جمع شد؟ باید 200,000 نفر میرفتن در کنارش میشیشتن و جهان نشان میدادن که این ما در کنار ازی هستیم، ولی شما جنایت کردید، جار میزد بیچاره، باز یک دوتا خانم، یک دوتا فامیل، چهار تا کل بی غیرت ها وره والا که سیلم میکدن کال، والا ولفیار ما قط نشه، والا سوسیال ما قط نشه، والا باش که عکس مره نگیره، باز اونجا یک دوتا قاچاقبر لب مرز ایران کشته میشه، خدا پاره پاره میکنن. تشکر آقای جان. سپاس از آقای حامد قادری بنیانگذار تلویزیون خراسان و آقای احمد شاه بختیار، در کل کسایی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. دوستا وقت زیق است، من هم میتونم اوید دوستایی که درخواست روان کردین بالا بیارم. بنان سلامتی، ایام به کامتان، شب خوب و خوشی برای تک تک تون آرزو داریم سن.